به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت تک تک شما عزیزان. امیدوارم هر جای هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین. ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون ما رو همراهی میکنین. خب دوستان عزیز، امروز هم طبق معمول ویدیو رو با یه خبر و البته یه گزارش توپ شروع میکنم. ساخت سانتریفیوژ های نسل جدید که در داخل بومی سازی شدن و دارن استفاده هم میشن، یعنی در حد طراحی باقی نمونده و در شرکت های داخلی داره به بهترین شکل ممکن کار میکنه. از کشور اروپایی و امریکا وارد میشده. تعداد سازنده این کمپرسورها به اندازه انگشت یک دونه دست هم تو دنیا نیستش. کمپرسورهایی که قلب تپنده تجهیزات در ساخت محصولات فولادی و پتروشیمی محسوب میشوند و تولید کنندگانش انگشت شمارند. اما حدود 10 سال روی این پروژه کار کردیم. کمپرسور سانتریفیوژی که با درجه بالایی از قابلیت اطمینان و هزینه تعمیر و نگهداری کمتر میتواند مداوم برای مدت زمان طولانی نسبت به تجهیزات مشابه عمل کند. کمپرسورهای سانتریفیوژ اینتگرال گیر کاربرد شون فشرده سازی سیالات گازی است که این سیالات توی فرآیندهای مختلف در واحدهای احیا و واحدهای اکسیژن در صنایع فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. گلوگاه‌های ساخت اتصال قطعات ریز و درشت تجهیز با فناوری بالاست تا بتواند چرخش 69000 دور در دقیقه را داشته باشد. بخش اصلی قسمت درگیری دنده هاست که بولگیر و پینیون با همدیگه درگیر میشن که تا دقت 1-2 میکرون ما باید داشته باشیم. قسمت بعدی قسمت ایمپلرها هستن که وظیفه سرعت بخشیدن به سیالو دارن که از این طریق اون فشاری که مد نظر اون هست به دست بیاریم. دورها هم مختلفه که ما تا 45000 دور رو ساختش رو انجام دادیم. در توربو اکسپندرها تا 69000 دور رو ما تونستیم بومی سازی شانیم. به گفته مدیران شرکت دانش بنیان، اینا جز اولین تجهیزاتی بود که به کشور ما ورودش ممنوع شد، ولی حالا نه تنها در شرکت‌های فولادی که برای محصولات پتروشیمی هم با هزینه ساخت کمتر استفاده می‌شود. یک کمپرسوری که ساخت داخله تقریبا معادل 50% قیمت برند خارجی شد. اما خبر میرسه که انگار ایران ممکنه هزاران تفنگ تهاجمی به اوکراین هدیه بده. به گفته منابع رسانه‌ای و کارشناسان حوزه نظامی، ایران ممکنه سهواً هزاران تفنگ تهاجمی و هزاران تن مهمات رو به ارتش اوکراین اهدا کرده باشه. خب همونطور که در جریان هستین، نیروی دریایی ایالات متحده ادعا کرد که این سلاح‌ها رو از کشتی‌های مشکوک به قاچاق در خاورمیانه مصادره کرده که متعلق به ایران بوده. ارتش آمریکا در حال بررسی ارسال این سلاح‌ها به اوکراین بعد از مصادره اونها در خلیج عمان هست. به گزارش وال استریت جورنال، این سلاح‌ها شامل 5000 تفنگ تهاجمی، 1.6 میلیون گلوله، تعداد انگشت شماری موشک ضد تانک و بیش از 7000 فیوز مجاورتی هست. و این در حالیه که فرماندهی مرکزی آمریکا صبح امروز اعلام کرده که ادامه ارسال سلاح ایران به انصار الله یمن قطعنامه های شورای امنیت رو نقض و صلح رو تضعیف میکنه. عجب. نیروی دریایی آمریکا و متحدانش این سلاح‌ها رو در یک سری عملیات در خلیج عمان توقیف کردند و تلاش ایران برای قاچاق سلاح به حوثی‌ها در یمن رو مختل کردند. دوستان یه لحظه سوء تفاهم نشه، این اخبار رو گفتم تا این نکته رو خدمتتون یادآور شم. همونطور که مشاهده می‌کنین، این دست اخبارا دیگه واسمون یه اخبار عادی شده. ارسال تسلیحات ایران به روسیه، ارسال تسلیحات به یگانهای مقاومت و البته فروش تسلیحات ایرانی به ونزوئلا و حتی چین. اما خوبه یادمون باشه که یه زمانی همین ایرانی که الان آمریکا داره به هر دری میزنه تا جلوش رو بگیره، یه زمانی لنگ سیمخاردار بود. حالا در همین راستا یه فرمانده ارشد آمریکایی گفته که آمریکا، متحدان عربی و اسرائیل، دقت کنین دوستان، تمام به اصطلاح ابرقدرت‌ها، برای پیشبینی مبدأ حملات پهپادی ایران از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. به نوشته جروزالم پست، ژنرال ژاکلین وون آوست، فرمانده ستاد ترابری ایالات متحده آمریکا، این اظهارات رو امروز در یک نشست مجازی مطرح کرد. او گفت کارگاه 99 آمریکا از پهپادها برای ایجاد یک شبکه توری و برای داشتن یک پدافند هوایی یک پارچه جهت مقابله با پهپادهای ایران و تعیین نحوه اقدام جمعی استفاده می‌کند. وی در ادامه همچنین اضافه می‌کند که تیم‌های مشترک پدافندی در منطقه از هوش مصنوعی برای غربالگری
داده‌ها هم در جهت شناسایی تهدیدها و هم در جهت پیش‌بینی مبدأ تهدیدهای آتی استفاده می‌کنند. این فرمانده آمریکایی اضافه می‌کنه کار یک پارچه شرکای شورای همکاری خلیج فارس باعث تولید اطلاعات از طرق مختلف از جمله استفاده از توانمندی‌های تکنولوژیکی پیشرفته کشورهای دیگری نظیر اسرائیل میشه. این یک مسیر رو به پیشرفت است، اما چیزهایی که داریم می‌بینیم بسیار نویدبخش هستند. وی در بخش دیگری از ادعاهایش مدعی شد که بزرگترین نگرانی ما تهدیدهای ناشی از ایران هست. سیاست‌های خطرناک آنها باعث بی‌ثباتی می‌شود. لازم است به صورت جمعی با این چالش مقابله کنیم. به این طریق است که می‌توانیم تهدیدها را با کمک هم ببینیم و به صورت مشترک به آن پاسخ بدهیم. اظهارات این مقام آمریکایی در حال مطرح شده که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا دیروز هم در گزارشی گفتند که ایران به رهبر دنیا در تولید پهپادهای ارزان قیمت و مؤثر تبدیل شده. خب اولا باید عرض کنم که اگه شما میتونستین کاری بکنین تو اوکراین انجام میدنین. اصلا هم به این که تور پدافندیشون میتونه مؤثر باشه یا نه کاری ندارم. به هر حال تا این تور پدافندی ساخته بشه و آزمایش بشه و بعد بخواد عملیاتی بشه، ایران به اون چیزایی که میخواد میرسه. میخوام به جایگاه ایران در معادلات بین المللی اشاره کنم دوستان. همزمان با این اخبار، به نقل از منابع آگاه، شبکه خبری NBC آمریکا اعلام کرده که دولت آمریکا در حال مذاکره پنهانی و غیر مستقیم با ایران برای آزاد کردن شهروندان آمریکایی در ایران هست. بر اساس این گزارش، آمریکا قراره در مقابل آزادی شهرونداش میلیاردها دلار پولی رو که در کره جنوبی بلوکه شده به نفع ایران آزاد کنه. بله دوستان، همونطور که مشاهده میکنین اهرم‌های فشار بسیار است. حالا یه ویدیو براتون دارم دوستان. برای یه عده این ویدیو حکم آمپول فشار رو داره. سخنرانی رئیس جمهور در مسجد مسلمانان پکن، پای تخت چین. تمام دشمنی هایی که امریکایی ها و نظام سلطه با ایران داره به خاطر این است که ایران میخواد مستقل زندگی کنه. ایران میخواد بگه که ما زیر بار سلطه هیچ قدرتی نمیرویم جز قدرت لایزال حضرت حق و پروردگار متعال، و در ایران اسلامی نه خود سلطه میپذیریم و نه سلطه بر دیگران حاضریم پیدا بکنیم، نه خود ظلم میکنیم نه زیر بار ظلم دیگران میرویم. ما با چین موضع مشترک داریم، هم معتقدیم که باید مستقل بود هم قدرتمند، و امریکا و قدرت‌های سلطه‌گر از چین قدرتمند و ایران قوی و قدرتمند هراس دارن. امریکایی‌ها هر 6 ماه یک بار از اول پیروزی انقلاب اعلام میکنن که تا 6 ماه دیگه انقلاب اسلامی نخواهد بود، ولی اونهایی که اعلام میکردن الان خبری ازشون نیست، اما انقلاب اسلامی 44مین سالگرد پیروزیشو داره جشن میگیره. 8 سال جنگ تحمیلی علیه ایران راه انداختن و بسیار خسارت زدن، اما ایران مقاوم و سربلند ایستاده است. امروز انقلاب اسلامی به نحوی است که با این تکانه‌هایی که امریکایی‌ها و نظام سلطه میخواد ایران دچار تکانه بشه، با این توطئه ها و فتنه ها تکان نخواهد خورد. امریکا دنبال این بود که با افراطی‌گری و با راه انداختن گروه های تکفیری ناامنی ایجاد کنه در ایران و در کشورهای اسلامی، و دنبال تشکیل گروه های تروریستی برآمد از قبیل داعش و القاعده. ما یقین داریم که این توطئه ها و فتنه ها ره به جایی نخواهد برد، و ما یقین داریم که وضعیت جهان و عالم با امید به اصلاح امور به طرف صلاح و پاکی و نیکی حرکت خواهد کرد. بله دوستان، همونجا آقای رئیسی یه تیکه‌ای به اون جماعت انداخت. اما همونطور که در جریان هستین، رئیس جمهور دیشب به کشور برگشتن و یه خلاصه ای از دستاوردهای سفرشون رو هم در اختیار رسانه‌ها و خبرنگاران گذاشتن. قبل از اینکه بریم ببینیم ایشون چه صحبتایی در جمع خبرنگاران داشتن، دعوت می‌کنم این ویدیو رو تماشا کنین از بازتاب رسانه‌ای سفر رئیس جمهور به چین. وقتی از رئیس جمهور ایران اینگونه در پکن استقبال می شود، وقتی ایران و چین 20 سند همکاری امضا می کنند، عجیب نیست اگر این خبرها در صدر رسانه های جهان قرار گیرند. از رسانه های منطقه‌ای مثل هند و ویتنام و اندونزی تا رسانه های آن طرف دنیا مثل برزیل و آمریکا و همینطور
در رسانه‌های اروپایی. شبکه تلویزیونی فرانس 24 در گزارش این سفر را فرصتی برای گرم کردن دوباره روابط پکن تهران دانست. این رسانه گفت ایران در حال ایجاد ائتلافی با کشورهای غیر غربی است که سیاست‌هایی نظیر سیاست چین و روسیه دارند. المستجد الاخير هو زياره الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي. شبکه اسکای نیوز هم در گزارشی دیدار ابراهیم رئیسی با شی جین پینگ را نشانه‌ای از همبستگی بین دو کشور در شرایط پیچیده بین‌المللی عنوان و به نقل از رئیس جمهور چین اعلام کرد پکن همچنان ایران را شریک اصلی خود در خاورمیانه می‌داند. بانها الشريك الرئيسي للصين في الشرق الاوسط. شبکه تلویزیونی راشا تودی هم گفتگوی رؤسای جمهور ایران و چین را مخالفت با هر گونه یک جانبه گرایی تفسیر کرد. شبکه تلویزیونی از شرق هم در ویژه برنامه اهداف سفر رئیس جمهور ایران به چین را بررسی کرد. این شبکه به نقل از کارشناس خود گفت با اجرای سند جامع و راهبردی 25 سالی دو کشور، چین 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری می کند. در بخش‌های نفت و گاز پتروشیمی، ارتباطات، بنادر، راه آهن، بهداشت و فناوری اطلاعات. شبکه تلویزیونی NHK ژاپن هم همکاری مقامات ایران و چین را مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا توصیف کرد. با این حال، برخی هم تلاش کردند در برابر این سفر سکوت کنند. مثل اینجا نشست خبری سخنگوی کاخ سفید. کارین جان پیر در پاسخ به سوالی که سفر رئیس جمهور ایران به چین را نشانه شکست تحریم‌های یک جانبه ی آمریکا می‌دانست گفت قصد نداریم در این باره به گمان زنی بپردازیم. بله دوستان، فشارها باور نکردنی. اما خبر میرسه که رئیس جمهور چین هم قراره به ایران سفر کنه. رویترز صبح امروز در گزارشی اعلام کرد که شی جین پینگ که میزبان رئیس جمهور ایران در سفر رسمی وی به چین بود، دعوت همتای ایرانی برای سفر به ایران رو پذیرفته. انگار تا این رؤسای جمهور یه درون نفرستن کما ولکن قضیه نیستن. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اعتماد سازی در حوزه همسایگان و بعد سیاست همگرایی اقتصادی در آسیا بود که این سفر از این جهت بسیار اهمیت داشت که بتونه توافق مصداقی رو نسبت به حوزه‌های مختلف تجاری و اقتصادی بین دو کشور اجرایی بکنه. لذا 20 تفاهم نامه بین دو کشور به امضا رسید در حضور دو رئیس جمهور و در جلسه‌ای که بعد از انعقاد این قراردادها و توافق نامه ها انجام شد، اراده جدی دو طرف بر ادامه همکاری و توسعه همکاری در حوزه های مختلف تجاری، اقتصادی، در حوزه انرژی، در حوزه علم و فناوری مطرح شد. اما در انتهای این ویدیو یک کلیپ ناب براتون دارم در مورد اینکه کدوم فرمانده صهیونیستی گفته بود که به احترام توان موشک ایران کلاه از سر برمی‌دارم. رهبر انقلاب دیروز همونطور که شما هم در جریان هستین اشاره به اعتراف یه فرمانده صهیونیستی کرد که گفته بود من با ایران دشمنم اما در مقابل موشکی که در شرایط تحریم ساختن کلاه از سر برمی‌دارم. این ویدیویی که در ادامه براتون می‌ذارم ویدیوی همون فرمانده صهیونیستی یعنی یوزی رابین، رئیس سابق سازمان موشکی رژیم صهیونیستی و ملقب به پدر صنعت موشکی اسرائیل هست که درباره توان مهندسای ایرانی در ساخت موشک گفته بود کلاه هم رو به احترام ایرانی‌ها که این کار رو انجام دادن از سرم برمی‌دارم. از نظر فنی ایرانی ها برای ما دشمن مهلکی هستند، ولی من مهندس هم و نمیتونم یک کار مهندسی خوب رو تحسین نکنم. دوباره میگم که یه مهندسی بسیار هوشمندانه است. به نظر من بهترین موشک ایرانی ها یک موشک کروز زمینی یعنی سومار هست که از 10 سال پیش منتظرش بودیم. این یه دستاورد بوده و نمیشه این موشک رو یک کپی تلقی کرد. دوباره میگم که کلاه هم رو به احترام آدم هایی که از نظر فنی این کار رو انجام دادن از سرم برمیدارم.
ساخت موتورهای جت‌های کوچک بسیار کار فنی سطح بالا و هوشمندانه است و ما در آمریکا فقط یه شرکت داریم که میتونه این موتورها رو تولید کنه. بله دوستان، حالا شما این شخص رو، پدر موشکی اسرائیل رو، مقایسه کنین با یه ده خود تحقیر داخلی. من دیگه حرفی ندارم. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.